نبرد نفسگیر نظامیان کشور برای بازپسگیری جغرافیایی از دست رفته. The security situation in Afghanistan has been deteriorating for years. The Taliban have been advancing rapidly across Afghanistan. But the powerful Islamist group. جنگ‌های داخلی در افغانستان از دو ماه پیش دوباره به این کشور بازگشته و گروهک طالبان حمله به شهرستان‌های مختلف این کشور را با سودای تصرف آنها آغاز کرده است. با ادامه روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ نیز در این کشور شدت بیشتری یافته. و با وجود بسیج نیروهای مردمی و تلاش نیروهای نظامی این کشور، طالبان تا امروز پیشروی‌های زیادی به ویژه در مناطق شمال این کشور داشته است. منطقه‌ای که پایگاه سنتی مردان قدرتمند و متحد واشنگتن بوده که در سال 2001 در شکست طالبان نقش داشتند. الجزیره اعلام کرده است که طالبان تا کنون یک سوم از 421 شهرستان و مراکز آنها را تحت کنترل خود درآورده است. شدت گرفتن جنگ، تهدیدهای امنیتی و اقدامات خشونت‌آمیز طالبان در مناطق تصرف شده باعث آوارگی صدها خانواده شده است. نیروهای نظامی این کشور در حال برنامه‌ریزی برای دور تازه‌ای از حملات علیه این گروه تروریستی است تا این مناطق را از تصرف طالبان خارج کند. حال خشونت‌ها در افغانستان نسبت به هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده و در هر 24 ساعت در بیش از 20 ولایت درگیری‌های مستقیم میان نیروهای نظامی دولتی و طالبان رخ می‌دهد. ما متأسفانه جایی را در بخصوص در شمال افغانستان از دست دادیم و این هم از اثر سه دلیل عمده بوده. یک، به اثر فشارهای جنگی که بود نیروهای ما مجبور شدن از اون ساحه بیرون شوند. و دوم، بر اثر برنامه‌ای که از قبل ما داشتیم، مثلا در جای نیروهای ما حضور داشتن که از لحاظ استراتژیک و ما اهمیت نداشت، بودن نیروهای ما در اون محل ضرور نبود، ما اون محلات خود ما به اساس پلان‌های از قبل برنامه ریزی شده ترک کردیم. و در سوم، در جایی که ما نمیتونستیم نیروهای خود درست اکمال بکنیم، هم از طریق هوا و هم از طریق زمین، بنابراین ما به خاطر حفظ سرباز ما، به خاطر حفظ جان سرباز ما، به خاطر سلامتی سرباز ما محل ترک گفتیم. اما به این معنا نیست که ما به همیشه این محلات یا این شهرستان‌ها را، این مناطق را به طالبا واگذار کردیم. ما عملیات‌های خود را گسترش دادیم و به زودی عملیات‌های تهاجمی ما سراسری آغاز خواهد شد. عملا ما در شرق افغانستان، مثلا در استان ننگرهار، ما عملیات تهاجمی در ننگرهار و لغمان را اندازی کردیم. تلفات سنگین به دشمن وارد شده و اسات و اراضی گسترده از وجود طالبا و دیگر گروه های توریستی پاکسازی شده و خوشبختانه تلفات طالبا نسبت به هر زمان دیگر افزایش پیدا کرده. هر قدر که یا اصرار به ادامه جنگ بکنن، هر قدر که حمله های خود افزایش بدن، هیچ چیز حاصل نمی کنن جز از اینکه نابود خواهند گردید. و بدون شک حمله هایی را که طالبا انجام دادن، خشونت هایی را که افزایش دادن، فقط به مردم افغانستان آسیب میرسانن. دیگه هیچ چیزی حاصل کردن نمیتونن و با او اهداف شومی که دارن از طریق زور، از طریق جنگ، از طریق قتل و کشتار و خونریزی نخواهد رسید. خب ما در نتیجه عملیات هایی را که به شکل خیلی دقیق اجرا کردیم، موضوع کلان، بحث کلان، چالش کلان سر رای ما فعلا جان سربازاست، حفظ جان و مال مردم است. مثلا طالبا در خانه های مردم موضع گرفتن، از خانه‌های مردم به عنوان موضع استفاده میکنن، زنان و کودکان به عنوان سپر یا استفاده میکنن. بنابراین اگر ما عملیات‌های خود را شروع کنیم، به یک بارگی شدت ببخشیم، ممکن به افراد ملکی یا به جان و مال هموطنان ما آسیب برسه. بنابراین ما کوشش میکنیم از یک طرف به طالبان آسیب برسانیم و طالبان را از ساحت زیر کنترلشان بیرون کنیم و از طرف دیگه بتونیم که هموطنان ما را جانشان حفظ بکنیم، به خانه‌هایشان آسیب نرسد. در مجموع در طول دو هفته اخیر ما تانستیم که 14 ولسوالی استراتژیک که به ما خیلی اهمیت داشت، ولسوالی هایی که نزدیک مراکز شهرها بودن و از لحاظ جغرافیایی هم به ما اهمیت داره، ما او را آزاد کردیم و آزادسازی ولسوالی ها از کنترل طالبان ادامه داره. و می شکل اگر یا جرأت بکنن و بخواین قصد کنن که بالای شهرهای دیگر حمله کنن، با جواب سخت و دندان شکن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان رو برو خواهند گردید. طبق اظهارات سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، تاکنون زیرساخت‌های زیادی در این حملات تخریب شدند و شمار زیادی از تلفات انسانی نیز مربوط به افراد غیر نظامی است.
برخلاف برخی اظهارات درباره تغییر رویه طالبان در جنگ‌ها، اعمال خشونت از سوی نیروهای این گروهک همچنان در مناطق تصرف شده دیده می شود. فکر طالبانی، فکر تروریستی طالبا، فکر افراطی طالبا، اصلا فکر ضد اسلامی طالبا تغییر نکرده. یا به حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودکا اصلا باور ندارن. به ارزش‌های اسلامی باور ندارن. تمامی رفتار از یا عمل کرد از یا در افغانستان خلاف موازین اسلامی است، خلاف قوانین حقوق بشری است و خلاف حتی رفتارهای انسانی است. مثلا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم در ساعات زیر کنترل طالبا، زنان اجازه بیرون شدن از خانه ندارن، مکتبا درایش بسته شده، زنان مکتب رفتن نمیتونن، حتی به هیچ کس، نه زن، نه مرد، نه پسر، نه دختر، اجازه رفتن به مکتب داده نشده. با زنا گفته شده که باید زمان از خانه میبرین، بی محرم نباشین، برقه داشته باشین. با مردا گفته شده باید شما ریشتان بگذارین و در کنار از این از مردم بزور زیر نام عشر و زکات پول میگیرن، غذای سه وقت شب و صبح و چاشت خود میگیرن و در کنار از این در جایی که فعلا یا کنترل دارن زندگیت به تمام معنا اونجا ختم است، به خاطر که اونجا رفاه اجتماعی وجود نداره، امنیت وجود نداره، ترس و وحشت حاکم است، مردم کار ندارن، شغل ندارن، فرصت‌های اقتصادی از وا گرفته شده، کس مکتب رفته نمیتونه، دانشگاه رفته نمیتونه، فقط به تمام معنا وحشت در ساعات زیر کنترل طالبان حاکم است، جز از خود دیگه به ایا هیچ کس نمیخوان. و کسایی که ادعا میکنن فکر طالبانی دروغ تغییر کرده، فکر تروریستی طالبان تغییر کرده، فکر افراطی طالبان تغییر کرده و دروغ میگن، شناخت از طالبان ندارن. ممکن بنابر ملاحظات که شخصی یا منفعتای شخصی که دارن این بحث دامن میزنن، اما بیاین شما طالب از نزدیک در افغانستان ببینین، رفتارشان با شهروندان افغانستان یک بار ملاحظه کنین، بعد بیاین قضاوت بکنین که فکر تروریستی طالبان، فکر افراطی طالبان تغییر کرده نکرده. شما میتونین با مردم مساحت زیر کنترل طالبان تماس بگیرین، گفتگو کنین، صحبت بکنین، ببینین که چی وحشتی در اون مناطق متاسفانه حاکم است. کسایی که اظهار خوشبینی میکنن که دوباره رژیم سیاه و رژیم تروریستی، رژیم وحشیانه طالبان در افغانستان حاکم میشه، این خواب است، خیال است، محال است، ناممکن است. چون از یک طرف ما نیروی مجهز، نیروی مسلکی، نیروی با ظرفیت دفاعی و امنیتی داریم و از طرف دیگه مردم افغانستان در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند. مردم طالبان را نمیخوان و مرد اگر طالبان کوشش کنن از راه زور در افغانستان دوباره سلطه پیدا بکنن، با ملت افغانستان روبرو خواهند شد. کشورهای در عقب طالبان هستند یا را حمایت میکنن، عملیات هایی را که فعلا رو اندازی کردن، استراتژی هایی را که فعلا در جنگ های خود تطبیق میکنن، تمامش از پاکستان اداره و کنترل میشه. این ظرفیت و توانایی در طالبان وجود نداره. حساب های فیسبوک طالبان، توییتر طالبان، در مجموع در سوشال میدیا زمانی که یا تبلیغات رسانه‌ای و تبلیغات روانی را اندازی میکنن، تمامش از پاکستان کنترل میشه و کشورهایی که طالبان را حمایت میکنن و هم باید مطمئن باشن و باید حقایق درک بکنن و دی خواب نباشن که طالبان را میتونن در افغانستان دوباره بالای مردم افغانستان تحمیل بکنن. نیروهای نظامی افغانستان پیش از خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور در نقاطی که امکانات کافی نداشتند از حمایت آنها برخوردار بودند، اما خروج این نیروها از افغانستان منجر به کاهش امنیت در این مناطق شد. خب تعهدات جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا نسبت به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پابرجاست. هفته گذشته وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در صحبت تلفنی که با وزیر دفاع افغانستان داشت به صراحت بیان کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک میکنن، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ تجهیزات، هم از لحاظ مهمات. در اختیار ما مهمات هم قرار میدن، تجهیزات هم قرار میدن، قرار است طیارهای هلیکوپتر و طیارهای جنگی در اختیار ما قرار داده شد. هفته آینده 8 هلیکوپتر بلک هاک در اختیار نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از جانب ایالات متحده آمریکا واگذار خواهد شد. به می ترتیب این روند ادامه پیدا خواهد کرد، تعداد زیادی از طیارات جنگی در اختیار ما قرار خواهد داده خواهد شد. و در کنار از این طیارهای جنگی ما، طیارهای ترانسپورتی ما، هلیکوپترهای ما که آسیب دیدن، امریکا تعهد کرده که یارا ترمیم میکنن، انتقال میتن. او طیارهایی که در افغانستان یا در کابل قابل ترمیم هستن و اینجا ترمیم میشن، وایی که در افغانستان قابل ترمیم نیستن انتقال داده میشن به قطر یا کشور دیگه
در اونجا ترمیم بازسازی میشن یا ترمیم میشن دوباره به افغانستان برگشتانده میشن. و در کنار از این تعهداتشان به خاطر کمک مالی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پابرجاست. همیشه هم جنرال های ارشدشان، هم وزیر دفاعشان، هم رهبری حکومتشان که با مسئولین وزارت دفاع افغانستان صحبت می داشته باشند، ملاقات می داشته باشند، اما نخستین صحبتشان هم است که شما تشویش نداشته باشید، نگران نباشید، امریکا در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می ماند تا زمانی که در افغانستان تروریسم محو شود یا با شکست کامل روبرو گردد. خب این وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد، یک موج است، این موج متوقف خواهد شد و طالبا فکر میکنن، تصور میکنن که با سقوط چند ولسوالی میدانن که افغانستان هم با سقوط روبرو بسازن. این تصورشان نادرست است، باید دوباره فکر بکنن. ما پلان برنامه مشخص داریم، ما قسمی که در آغاز صحبتهای خود گفتیم، عملیاتهای تهاجمی ما به زودی در سراز افغانستان راه اندازی خواهد شد و طالبا متوقف خواهند گردید. امی لحظه که ما با شما صحبت میکنم، حمله های هوایی ما نسبت به هر زمان دیگر برای مواضع مخفیگاه و تجمعات تروریست ها افزایش پیدا کرده. هر روز بیش از 100 طالب و 200 طالب در نتیجه حمله های هوایی ما کشته میشن. ما تصاویر، ویدیوهای از جریان حمله های هوایی خود از اجساد طالب ها را با رسانه ها و با مردم همواره متواتر شریک میسازیم. و طالب ها اگر اصرار به ادامه جنگ بکنن، جز از اینکه کشته شوند دیگه هیچ چیز حاصل کرده نمیتونن، جز از اینکه به مردم آسیب برسانن، جز از اینکه افغانستان رو ویران بکنن، دیگه نمیتونن که در افغانستان رژیم سیای خود احیا بکنن. ایرا بیخی مطمئن باشن، یقین داشته باشن، هم جامعه جهانی مطمئن باشه، هم کشورهای حامی طالبا باید فکر احیای مجدد طالبا رو در افغانستان رژیم سیایشان نداشته باشن، و هم کسایی که در افغانستان در واقع حامی طالبا هستن باید دوباره فکر کنند این باره. خیلی متشکرم آقای امان. ممنون از وقتی مقرر دید. تشکر از شما.